بینندگان و شنوندگان عزیز به کیوسک خوش آمدید. با آخرین خبرهای 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستیم. فاجعه در تامین گاز کشور، پارس جنوبی در حال از دست رفتن، هشدار یک کارشناس به مردم. اظهارات سخیفانه خامنه‌ای باعث واکنش خبرگزاری سپاه شد. اما قبل از مشروع این اخبار حتما این ویدیو رو لایک کنید و با حمایت از کانال کیوسک در همرسانی بیشتر این اخبار یاری رسان باشید. همچنین ویدیویی ببینید از رئیس حوزه علمیه غرب کشور با حمله مستقیم به خامنه ای. این روزها همه آخوندهایی که سقوط جمهوری اسلامی را وعده می دهند شخص خامنه ای و سیاست های ویران کننده او را در مملکت داری عامل اصلی سقوط جمهوری اسلامی می دانند و دولت ها را فاقد هر گونه اختیار و اراده ای می دانند. مشکل در حد دولت ها نیست. اگر در حد دولت ها بود این دولت های رنگارنگ با یکیش موفق می شد دیگه. ولی الان جالبه تمام رؤسای دولت هایی که ما داشتیم غیر از آقای خامنه‌ای الان همشون ممنوع تصویرن. ببینید تو جمهوری اسلامی به چه جایی رسیدیم. شخص اول اجرای مملکت بعد اینکه دورش تمام شه ممنوع تصویر میشه. خیلی معنا داره اینها. چشم اون رو باز کن، یه چیزای پنهانی نیستن. وقتی شما میگید که تمام دولت ها از هر قماشی سر کار اومدن ولی نتیجه نگرفتن، این معناشه که مشکل در حد دولت ها نیست. سیاست های راهبردی نظام ایراد داره که هر کسی رو که آوردیم شکست خورده. تا کی میخوایم فکر کنیم که بابام این دولت بد عمل کرده، اون یکی آدم بد عمل، اون وزیر دیدید برای بچه های حزب الله چجوری هم تحلیل میکنن، به زمین و زمان انتقاد میکنن، بعضا تا ادبیات تندی رو به کار میبرن، همه رو محکوم میکنن به ناکارآمدی و فساد و چه و چه، و فکر میکنن اگر این مثلا اون حلقه درست میشه مشکل حل میشه. ولی میبینید بابام نمیشه. آقای رئیسی مگه نماینده شما نبود؟ تونست کاری بکنه؟ آقا احمدی نژاد یه سوپر حزب اللهی مگه نبود؟ تعبیرات آقای خامنه‌ای در مورد احمدی نژاد داره در مورد هیچ رئیس جمهور نداشته. آخرش چی شد؟ به بنبست نرسید؟ این نشون میده که سیستم شما جوریه که آدم‌ها رو از هر قماشی باشن به بنبست می‌کشونه. یعنی دولت‌ها رو رها کنید. مشکل در سیاست‌های راهبردی کشوره. گره کور نظام دست رئیس جمهور نیست، دست رهبری که مسیر داره غلط میره. اگر با این دست فرمانی که تا حالا اومدیم بریم، سقوط خطیه. من ناراحتم از گفتن این حرف. سقوط نظام و به طبع یا آینده کشور چنجی خدا بود. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. فاجعه در تامین گاز کشور، پارس جنوبی در حال از دست رفتن، هشدار یک کارشناس به مردم. رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران با اشاره به نقش 70% پارس جنوبی به تامین نیاز داخلی گاز کشور گفته است در صورت عدم سرمایه گذاری سال آینده فازهای پارس جنوبی یکی پس از دیگری از دست می روند و تامین گاز با اختلال جدی روبرو خواهد شد. هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمن علمی انرژی ایران در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته بخش اعظمی از شاهای ما در پارس جنوبی که تامین کننده 70% گاز کشور است در نیمه دوم عمرشان قرار دارند. اگر سرمایه گذاری لازم در آنجا صورت نگیرد سالانه 10% از تولید گاز را از دست می دهیم. او تاکید کرده است که اگر سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگیرد از 1404 هر سال یک فاز پارس جنوبی را از دست می دهیم. در نتیجه پارس جنوبی نیز در خطر جدی قرار دارد. پس از آن باید دست به دعا برداریم. من بیش از آن که نگران بخش خانگی باشم، نگران نیروگاه ها و صنایع هستم که عواقب بسیار جدی در اقتصاد دارد. هر روز کار سخت‌تر می شود. رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران با اشاره به آمارهای ناترازی گاز گفته است که شرکت گاز اعلام کرد که ناترازی امسال 28% نسبت به سال قبل بیشتر خواهد بود. این آمار اصلا تعجب آور نیست چون کاملا انتظار داشتیم و سال بعد هم بدتر خواهد شد. او درباره وضعیت پیش روی گاز کشور در صورت تداوم روند کنونی گفته است که ما با رشد تقاضا، با شیب زیاد و افت تولید مواجهیم. ما در بهترین حالت می توانیم تولید را ثابت نگه داریم. به علت عدم سرمایه گذاری در تولید نمی توانیم تولید را در همین سطح هم
به مرور نگه داریم. روزانه 850 میلیون متر مکعب تولید گاز کشور است و به نظر می رسد در صورت سردی هوا مصرف گاز خانگی 70% تولید را در دست بگیرد. اولویت اول گاز مصرف خانگی است و به بخش صنعت و نیروگاه ها گاز نمی رسد. هاشم اورعی در ادامه درباره نتیجه ناترازی گفته است که وقتی ما به نیروگاه ها گاز نمی دهیم ناچار به مصرف مازوت می شوند و نتیجه آلودگی هوا می شود. بخش صنعت هم وقتی گاز نداشته باشد یعنی تأثیر منفی بر اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی. لذا وقتی گاز کم می آوریم قطعی گاز را به بخش مولد اقتصاد منتقل می کنیم که ایراد بزرگتر است. ناترازی ایران فزاینده است و صرفا مسئله امسال هم نیست. پیشبینی و انتظار این است که هر سال نسبت به سال قبل ناترازی بیشتری در بخش گاز داشته باشیم. این کارشناس انرژی معتقد است مشکل فقط سرمایه گذاری نیست، بلکه فناوری هم نیاز است و تا زمانی که دولت به چین و روسیه دلخوش است چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد. مشکل ما برای افزایش تولید فقط سرمایه نیست، بلکه فناوری نیز مهم است. با توجه به شرایط کشور در صحنه بین‌المللی هیچ کدام از این دو را نمی‌توانیم تامین کنیم. دولت میگوید 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم، اما 3 میلیارد سرمایه گذاری شده است. وقتی کشور در این وضعیت قرار گرفته و دلش را به روسیه و چین خوش کرده است، ما نه توان تامین سرمایه و نه توان فنی خواهیم داشت. رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران همچنین گفته است که مشکل ناترازی در تولید گاز یک شبه درست نشده و در نتیجه به سرعت هم حل نمی شود. او به شیوه قیمت‌گذاری دستوری دولت و همچنین دلالی دولت در انرژی اشاره کرده و گفته در بخش قیمت‌گذاری زمانی که گاز خانگی را تقریبا مجانی به مردم می دهیم کسی رعایت مصرف نمی کند. ما گاز را به لحاظ سیاست قیمت‌گذاری بی‌ارزش کردیم. در نتیجه بهینه‌سازی بی‌معنی می شود. اول باید قیمت‌ها منطقی شود که بهینه‌سازی معنی پیدا کند. مجموعه گازی کشور تماماً دولتی است و دولت باید پای خود را از دلالی انرژی کنار بکشد. دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد چیزی جز بدتر شدن شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز آبان امسال از نیاز به سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری در حوزه گازی خبر داد و گفته بود در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت هیچ توجهی به موضوع ناترازی گاز نکرده است. اظهارات سخیفانه خامنه‌ای باعث واکنش خبرگزاری سپاه شد. پس از واکنش‌های گسترده به صحبت‌های علی خامنه‌ای که سخنان خود را حرف خدا خواند، خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی با اشاره به وحی به معنی دریافت پیام آسمانی نوشت که بر اساس آیات قرآن تعبیر وحی فقط برای انبیا به کار نرفته و وحی خداوند به مادر حضرت موسی یکی از این نمونه هاست. این خبرگزاری افزود هرگاه مؤمنی واجبات الهی را مقید و به مستحبات اهتمام ویژه داشته باشد خداوند هدایت رفتار او را بر عهده می‌گیرد و اضافه کرده که وقتی کسی درباره سخن خوبی از قبل فکر نکرده باشد این گونه تعبیر می‌کند که خداوند به زبانم انداخت. علی خامنه‌ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی درباره یک سخنرانی قدیمی خود در حدود بیش از 20 سال قبل در جمع فرماندهان سپاه گفت من حرف می زدم اما حرف خدا بود و زبان من بود. علی خامنه‌ای روز 10 دی ماه در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس از جلسه گفت که 20 و چند سال پیش در حیات بیت رهبری با فرماندهان سپاه داشت. رهبر جمهوری اسلامی گفت که صحبت‌های گرم و اثربخش آن روزش سخن خدا بود که همینطور از زبانم جاری می شد. توی این حیات با 20 نفر از فرماندهان سپاه نماز خواندیم. بعد من نشستم روی پله. یک صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرش را نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف می زد. در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت. خدا من انشاءالله شما رو حفظ کنه، خانم رو محفوظ بداره. ایشون هم توی جهتگیری و انگیزه شهید سلیمانی نقش دارن. اینجا 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله،
یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت. بعد از اون جلسه چند نفر از بچه ها به من مراجعه کردن، یکی شاه قاسم بود، آمد یه جمله از ایشون نقل کرد، گفت عیال من اینجوری میگه، در همون جهتی که من صحبت کرده بودم. من دیدم همسر تأثیرش چقدر زیاده، یعنی این خانم روی حاج قاسم مؤثر بودن، در زحمات حاج قاسم ایشون شریکن، علاوه بر این که خانواده ها محرومیت هاشون نبودن همسر، نبودن پدر، اینا خیلی مهمه، تحمل این چیزا خیلی مهمه، تحمل کرد. انتشار این صحبت در فضای مجازی واکنش‌های گسترده‌ای داشت. پیش از این علی خامنه‌ای و اطرافیانش تا مرحله ارتباط ویژه داشتن آقا با امام غایب و علی گفتن در هنگام تولد را طی کرده بودند. اما اعلام حلول خداوند در جسم خامنه‌ای موردی است جدید و کرامتی که او را برای هوادارانش جذاب‌تر هم خواهد کرد. و البته خبر بعدی برای دشمنان جنی و انسی او که قاعدتاً تا روز دهم دی ماه نمی‌دانستند که در برابر خدای استادند و نه صرفاً علی خامنه ای. برای جمعیت قابل توجه مخالفان خامنه ای وضعیت روشن است. اعلام خدای علی خامنه ای در نظر آنها پرده جدید از توهم بی پایان دیکتاتور مطلق العنان است. اما زیبایی ماجرا در سمت مجذوبان رهبر جمهوری اسلامی است. برای آنان هنوز مشخص نیست که سطح حلول پروردگار در جسم خامنه ای تا چه حد و به چه کیفیتی است. این سوالی است که احتمالاً در 24 ساعت گذشته در میان اندک افرادی که دل در گرو خامنه ای دارند چالش برانگیز بوده است. آیا خدا هر از چنگاهی با زبان او سخن میگوید، یا اینکه مرحله حلول فراتر از وضعیت پیامبری است و جسم خاکی علی خامنه ای همان تجسد الله بر روی زمین است. اهمیت تعیین تکلیف این موضوع برای رهروان خامنه ای بسیار حیاتی است. اینکه آیا اعمال و کردار و گفتار رهبر جمهوری اسلامی به تمامی با اراده خداست و یا نه قسمتی خدایی است و بخش دیگر محصول همان ذهن و فکر علی خامنه ای فرزند جواد. موضوع دیگر تداوم حلول خداوند در جسم خامنه ای هاست. آیا فرزندان خامنه ای را هم می توان فرزندان خداوند نامید، یا اینکه تنها تولید و تولد یکی از آنها بر عهده خداوند است؟ همانی که خداوند مقرر کرده که بعد از انقضای جسم پدرش به جای او بر کرسی ولایت تکه بزند. و از همه مهمتر، آیا خداوند پس از مرگ علی خامنه ای در جسم مجتبی خامنه ای هم حلول می کند یا سراغ جسم دیگری می رود؟ آیا خامنه همچنان ولی فقیه هست یا ربکم الاعلی؟ در قانون اساسی و قوانین موضوعی جمهوری اسلامی التزام داشتن به ولایت مطلقه فقیه نباید به التزام مطلق به پروردگار ما علی خامنه ای تغییر یابد؟ در این صورت آیا باید قانون اساسی جمهوری اسلامی بازنگری شود؟ آیا برای بسط ارادی خداوند روی زمین نیاز به رأی مردم هست؟ اگر خداوند حلول کرده در جسم خامنه ای از خیر قانون اساسی نگذرد، آیا خداوند از طریق معجزه این تغییر قانون اساسی را انجام می‌دهد یا به وسایل دنیوی مانند انتخابات متوسل می شود تا اراده انسانها و عوام هم زایل نشود؟ به هر ترتیب حادثه دهه 1402 برای آنها که بر سر سفره خامنه‌ای نشستند بسیار تعیین کننده است. خداوند پس از 1400 سال دوباره در جسم بشر حلول کرده است. یاران و همراهان عزیز، به پایان این بسته خبری رسیدیم. فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاش شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته‌های خبری به شما عزیزان را دارد. با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو، یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید. شب بر همگی خوش. پاینده ایران.